بسم الله الرحمن الرحیم. بهاری ترین دیشومیشو شروع میکنیم. یه سلام عرض میکنیم به همه شما عزیزای دیشومیشی. یه سلام خیلی داغ، لبریز، لبسوز، لبدوز. حالتون چطوره؟ بهار تموم، یه سال چشم روزم که رنگ شادی همه جا بپاشی. زمستونای زمستون قریبه، بری که ست سال دیگه نباشی. همین اول برنامه یه خسته نباشید و دست مریضات میگیم خدمت کسایی که بدون هیچ منتی رفتن به هموطنهای سیل زدمون کمک کردن. از اون عروسوماتی که جهیزیهشون رو دو دستی تقدیم کردن تا اون نونوایی که نون یه هفتش رو با عشق فرستاد مناطق سیل زده. غمگینی و غمگینم، تنهایی و تنهاتم، اونجایی ازم دوری، دلگیرم و اینجا دل بستم و وابسته دل بستگیاتم. تو خسته ای و خسته از این خستگیاتم. خب از سیل گفتیم، میدونستین اصلا علت سیل چی بوده؟ آیا بارون؟ ساده اینا، سیل بند ما داشتیم که اینا رو میگن همه رو ویران کردن، همه رو منفجر کردن و خراب کردن تا به حساب آب بریزه و خونه های مردم بگیره و هم از نوروزشون به حساب مردم دست بردارن. یعنی خود صدام بعد شنیدن این حرفا گفتن که لعنتی این اطلاعاتو کی به تو داده؟ از عجایب نوروز بود که انگلیسی‌ها، دقت کنین، انگلیسی‌ها گفتن آقا تو رو خدا بیاید با هم دوست باشیم، رابطه‌مون رو بهتر کنیم، صادق‌تر باشیم. این سفر از هر موقعیتی جهت بهبود روابط بین دو کشور همراه با مذاکرات صادقانه و احترام متقابل استفاده خواهد کرد. گوگلی شما صداقت رو کن، اتومات رابطمون خوب میشه. اما وقتی تو فضای مجازی عیدو به زبون عربی به ما تبریک میگی و وقتی چشم تو چشم میشین با ما فارسی صحبت میکنین، یعنی که با ما صادق نیستین، یعنی دارید ما رو میپیچونید. از قدیم گفتن وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر، چون مثل فلان پشیمون میشی که چرا این کارو کردن. مثلا آمریکایی‌ها سپاه پاسداران گذاشتن تو لیست گروه‌های تروریستی، ولی از اونجایی که دو حالت عصبانیت تصمیم گرفته بودن، اونی که باید میشد نشد. فقط همینقدر بگم براتون که شبکه من و تو نظرسنجی گذاشت که آیا شما با تصمیم دولت آمریکا بندی بر تروریست شناختن سپاه پاسداران موافقید؟ 89% مردم گفتن که نه، موافق نیستیم. آمریکایی‌ها دیدن اینجوری که نمیشه، رفتن خودشون یه نظرسنجی درست کردن. چه نظرسنجی؟ صدای آمریکا اومد یه رأی‌گیری گذاشت که در حقیقت رأی‌گیری صدای آمریکا به گونه ای بود که تمام رأی‌گیری های پیش از این سوء تفاهمه. نظرسنجی گذاشتن درباره سپاه که هر سه تا گزینش علیه سپاه بود، فقط آخرین گزینه رو بچسبین، آخرین گزینه همه موارد. صدای آمریکا گفت من یه نظرسنجی میذارم که چوب من رو تو رو نخورم، هر چهار گزینش علیه سپاه باشه. یعنی شما هر کدوم بخوای وارد این کانتکس صدای آمریکا بشی و وارد این نظرسنجی بشی، هر گزینه ای رو که شما انتخاب کنی به ضرر سپاهه. بعد بهش میگن دموکراسی دیگه، دموکراسی آمریکایی. یعنی شما به درد خاک تو گونی واسه سیل بندم نمیخورید، بلکه جای غیر به پاچنتون کف بیابون شاید جلوی ریزگردا رو بتونید بگیرید، شاید. ولی با این حال ما از آقای ترامپ خیلی ناراحتیم که چرا فقط سپاه و تروریست اعلام کرده، پس بقیه ملت ایران چی میشن؟ واسه ما باید از آقای ترامپ نه تنها تشکر نکنیم، گله‌مندم باشیم. آقای پرزیدنت ترامپ، فقط چرا سپاه پاسداران اعلام بفرمایید؟ جناب آقای پرزیدنت ترامپ، مستر پرزیدنت، اعلام بفرمایید جمهوری اسلامی اون ایرانشان بگی. یعنی اگه آپارات بفهمه ما از یه همچین آدمایی داریم تو برنامه‌مون استفاده می‌کنیم، کلاً سایتو خراب می‌کنه، جاش چغندر می‌کاره. دیشو میشیا دارین چیکار می‌کنین با سایت ما؟
یکی از ویژگی‌های فصل بهار اینه که حساسیت‌ها زیاد میشه. مثلا تو کشور ما سیل میاد و همه درگیر سیل میشن. شبکه‌هام فقط از اونجای سیل میگن که بهش حساس نیستن. سر پل زهاب زلزله زدگانی که هنوز در کانکس زندگی میکردند حالا گرفتار سیلند. بروز مواردی از ناآرامی و درگیری بین سیل زدگان و نیروهای امدادگر، از جمله نظامیان امدادگر، شکنندگی و ظرافت مدیریت بحران را در خوزستان و لرستان به نمایش گذاشته. مثلا با اینکه ارتش داره شب و روز به مردم کمک میکنه، اما بدون حساسیت میگن که ارتشتون اصلا به درد نمیخوره. تمام فرمانده‌های رد بالای ارتش همشون بسیجی و ذوبه در ولایتن. ما مواضعی رو از اونا میشنویم که در حد همین مواضع سپاه پاسداران هست، ولی خب ما میدونیم ارتش ایران یک ارتش حرفه‌ای نیست. بعد از ارتش نوبت سپاه بود. بازم بدون حساسیت گفتن که اصلا ما که سپاهی ندیدیم تو این سیل. اینی که میگن سپاه اومده کمک کرده، نمیدونم نیروهای نظامی اومدن کمک کردن، کدوم سپاه، کدوم ماشین‌آلات توی منطقه هست؟ ما یک نفر نیروی سپاهیمون تو منطقه ندیدیم، هیچ کمکی نشده، حتی بازدید هم نکردن از منطقه. از سیل همه چی رو گفتن، اما حال نمیکنن خیلی چیزا رو بگن. مثلا کهیر میزنن اگه بگن تو همون سیل مردم خونه هاشون رو مجانی در اختیار هموطناشون قرار داده بودن، یا انگار اصلا گال میگیرن اگه بگن مردم سیل زده بابت کمک ها تشکر کردن. آی مادر شهیدی که تو این سن و سال رفتی خونه ی سیل زده ها رو تمیز کردی، دمت گرم مادر، خیلی عزیزی، قربون تو برم من، درد و بلات بخوره تو سر اونایی که بله آره. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. آقا تو حالا فکر کردین که اگه شبکه‌های اونور آب نباشن چیکار باید بکنی؟ یعنی دیگه چی میمونه واسه دیدن خدایی؟ خب وقتی تلویزیون ایران آریه بره، همه هم از شما سوال میکنم چی میخواین نگاه کنید؟ به من بگید چی میخواین واقعا نگاه کنید؟ فهمیدین این موضوع رو؟ یعنی گرفتین مطلبو؟ گرفتید موضوع رو؟ فرمودن بعد. آخ آخ، یه حرفی بزن، یه چیزی بگو. بگو چرا میخوای برید؟ صحبتی ندارم بکنم با من و هوادارای میلیونی دیشومیش. قول میدیم که شما رو ببینیم. شما فقط بگو واسه یه چی میخوای برید. واقعا صحبتی ندارم. نزن از این حرفا، نزن از این حرفا که قلبمون دیگه داره میگیره. این تقریبا آماده هستم که برنامه رو ببرم. تو رو جون هر کی دوست داری نرو. من شایسته اون نیستم. نرو لعنتی، نرو. نرو نرو. تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری. نرو. تو هم مثل من تو غصه کم میاری. نرو. نرو. اگر میخواهید از شر این رژیم خلاص شوید، اگر میخواهید رژیم را نبینید و نفس راحت بکشید، اگر میخواهید حق خود را از این رژیم بگیرید، فقط کافیست در تورهای ما بیفتید، یعنی شرکت کنید. آقا تور مصر داریم، چه توری؟ 80 مدل صبحونه، 259 نهار، 860 مدل شام. 4 روز و 6 روز و 5 شب عازم قاهره هستیم. خب روی رود نیل، کروز رود نیل خواهیم بود. طوری که امسال خواهیم رفت تقریبا 3 برابر جمعیته. این صبحانه که در این هتل داده میشه من در هیچ کجای دنیا ندیدم. شاید مثلا بگم 500 نوع میوه و شیرینی و تخم مرغ و چیزهای مختلف فقط در صبحانه هتل داده میشه و خیلی عجیب و حیرت انگیزه. یعنی طرف با یه دستش جوجه رو میکشه به دهن و با اون دستش نوشابه رو میده بالا و گازهای اضافی رو هم پس میده بیرون، میگه جز جیگر بگیری رژیم، خیلی بدی رژیم، خیلی نامردی رژیم. فضای خارج از کشورم فراموش نکنید، چه خوراکی دارم بهتون میدم، کنسرت، مسافرت قاهره سر آرامگاه شاهنشاه، یه پکیج دارم توش دو تا تخم مرغ 6 کیلو هم زردچوبه است. 10 نفر اول که زنگ بزنن مثلا بشکنم میزنم. خدمت همه عزیزان و سروران عرض می شود که مجلس ختمی به مناسبت درگذشت خلداشیان جنت مکان برگزار می شود. از همه بزرگواران دعوت به عمل می آید جهت تسلای دل بازماندگان در این مراسم شرکت نمایند. در ضمن سرویس ایام و ذهاب مهیا می باشد. روز دوشنبه 18 مارس در گلندل
فورست لاون مشهوره. در اونجا مراسمی هست، مراسم ترسیم از ساعت 10:30 در اونجا مراسم انجام میشه. بعد از اونجا میرن برای صرف نهار که اینه در اعدامی خودشون گفتن. یعنی با این وضع هم میگن اگه ما بریم چی رو میخواین ببینین؟ خب وقتی تلویزیون ایران آریه بره همه هم از شما سوال میکنم چی رو میخواین نگاه کنین؟ به من بگید. آقا خودشون رفتن سرشماری که بیشترین تروریست ها از کدوم کشور هست؟ آیا؟ روشن شده که فرانسوی ها، آلمانی ها و بریتانیایی ها بیشتر از دیگر اروپایی ها برای پیوستن به داعش به سوریه و عراق رفتند. یعنی با این آماری که خودشون دادن همه اروپا الان صادر کننده تروریستن. لامصبا یعنی فقط بقال زهر کوچه‌شون عضو داعش نبوده. یک وضعیتی بین پلیس های در کشور اروپایی است که نوعی اعلام نشده رقابت است که گویا کشور ما امنه، در حالی که اکنون دیگر وضعیت به جای رسید که همه شون در معرض عملیات را گرفتن، از آلمان و فرانسه و انگلیس و بلژیک و نروژ و تا بیاد به اصطلاح دانمارک و الان هم هلند. همین روزاست که اروپایی‌ها خونه زندگی رو جمع کنن و بیان پشت دروازه های ایران وایسن و بگن درو خدا ما رو راه بدین. یه سلام ویژه داریم خدمت همه بچه‌های خستگی ناپذیر آمریکا. یعنی خدا قوت، تا الان هر چی سانسور دیدین بذارین کنار، فقط همینو بچسبین. با وجود تلاش‌های دولت فرانسه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات جلیقه زردها، پاریس روز شنبه هم برای 15مین هفته متوالی کانون تظاهرات صدها تن از طرفداران این جنبش بود. حالا درسته که نمی‌خواید درگیری‌ها رو نشون بدین، ولی خدایی که الان اگر جلیقه زردها بفهمن که اینجوری سانسورشون کردین، رنگ جلیقه‌هاشون رو تغییر میدن، میشن جلیقه صورتی‌ها. حالا یه شبکه این مثل صدای آمریکا سانسور میکنه، یکی هم مثل بی بی سی میگه همشون دزدن و نامردن. تمام مغازه ها و ویترین های مغازه های بسیار شیک شانزلیزه تمام رو شکستن، بعد به داخل مغازه ها رفتن، اجناس اونجا رو در واقع غارت کردن. همینا اگه تو ایران بودن میشدن معترضین، حالا چون اون ور آبند شدن دزد و خرابکار. قابل توجه اونایی که میگن شبکه‌های اون ور آب چیز مثبتی ندارن، عرض کنم که نه عزیزم، نه داداشم، نه فداشم، هیچ هم اینجوری نیست. بعضی وقتا چیزای خوبی هم دارن، دیدم که میگم. دمیان هاینز وزیر آموزش توی کنفرانسی با عنوان سلامت در آموزش توی دانشگاه باکینگهام گفته که نوجوان‌ها این روزها همش سرشون توی صفحات مجازی هست و از لحاظ عاطفی و روانی خیلی در معرض خطر هستن. اونا دارن زندگی دیگران و ستاره‌ها رو دنبال می‌کنن و خودشون رو با اونا مقایسه می‌کنن، که خب این باعث عصبی شدن و پیدا شدن رفتارهای ناهنجار بین اونا شد. گفتن چون دانش آموزا ستاره‌های کشورشون رو نگاه می‌کنن و چون نمی‌تونن به اونا برسن عصبی میشن و استرس می‌گیرن. حالا واسه این که اینجوری نشه باید چی کار کنیم؟ بذارید راه حل رو از زبون خودشون بشنویم. فکرهای دیگه ای که همه محقق‌ها سرش توافق دارن استفاده از حیوانات اهلی یا سگ‌ها تو کلاس‌ها هست که میتونه خیلی کمک کنه تا بچه‌ها بیشتر توی مدارس از سگ استفاده کنن و از این طریق استرسشون کمتر بشه. در واقع سگا رو جایگزین ستاره‌هاشون کردن، یعنی مزایای سگاشون از مزایای ستاره‌هاشون بیشتره. اینجوری که بچه‌ها علاوه بر استرس اخلاق سگی هم پیدا می‌کنن. خلاصه از ما گفتم بود ما که دلخوشیم با ستاره‌هامون. ستاره ما اون سرهنگ ارتشیه که خم شده و خودشو پله مردم کرده تا مردم سوار شن. ستاره ما اون ورزشکاریه که بی سر و صدا اومده کمک کنه به هموطناش. ستاره های ما اون جوانایی ان که با دست خالی جلوی زورگویی سیل وایسادن. خلاصه این که پرچم ستاره های ما همیشه بالاست. پای عشق تو میمانم سر زمین من ایران، خاک پاک تو می بوسم، از شکوه تو می خوانم. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. مثل همیشه ما رو تنها نذارید، هی پیام بدید، مام هی میخونیم و کیف میکنیم. خب دیگه مزاحمتون نمیشیم تا یه برنامه دیگه و یه دیشو میشه دیگه. خدا یار و نگهدارتون.